درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از رقص و دلبری مهناز افشار در پارتی و تولد دوستش در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. محناز افشار بازیگر زیبا و دوست داشتنی سابق ایرانی که طرفداران بسیار زیادی داشت و به شکل قافل کننده ای از کشور مهاجرت کرد و, و در طی اعتراضات سراسری هم در کنار معترضان و مردم ایران ایستاد و حرفهای بسیار جنجالی زد و کشف هجاب هم کرد که باعث شد دیگه برای همیشه نتونه به ایران برگرده. مهناز افشار که اسمش با یاسین رامین و شیر های فاسد و اختلاس های میلیاردی گره خورده اما شخصیت مستقلیه که طرفداران زیادی هم داره. ساعت گذشته ویدیویی از اون در پارتی و مهمونی دوستانه منتشر شده که برای طرفداران اون بسیار جذاب بوده. بازیگری که به گفته خودش در داخل کشور باید خودش رو به شدت سانسور میکرد. وقتی که بهش گفته بودن برجستگی بوشت نباید از شال و رو روسری معلوم باشه وقتی که بهش گفته بودند باید حسابی قوز کنی تا برجستگی سینه مشخص نشه بازیگری که بارها و در مصاحبه های مختلفی از سانسورها و ممیزیها و سختگیریها علیه هنرمندان زن در ایران حرف زده. حالا ویدیوی منتشر شده از رقص اون در آزادی کامل جنجالی شده. اون که در مصاحبه خودش گفته بود بعد از ازدواجمون خیلی ها میگفتند تو با یک آقازاده ازدواج کردی تا به پول و مقام و معروفیت برسی در حالی که من هم پول داشتم هم سوپر سینما بودم هم زمین و ملک و خونه و ماشین داشتم هم چندین و چند بار مسافرت خارجی رفته بودم و اصلا نیازی نداشتم که خودم رو به کسی بچسمونم تا بخوام به پول و مقام و معروفیت دست پیدا کنم اون همچنین در مورد خانوادهش گفت خانواده بسیار مذهبی داشتیم مخصوصا از سمت مادری خانواده ما بسیار مذهبی و دایی های من بیشتر از هفتاد ساله که در بازار تهران مشغولن و اصلا با بازیگر شدن من موافق نبودن و به محض اینکه من بازیگر شدم و اولین فیلم من منتشر شد همه خانواده مادری با ما قطع رابطه کردن یادم حتی یکی از دایی های من وقتی که عکس من رو, رو روی جلد مجله دیده بود اون هم با این تیتر که مهناز افشار سخت جنین کرده همونجا از حال رفته بود که بازاری ها اومده بودن و برده بودنش. حالا اون تیتر ماجراش چی بوده؟ اون تیتر ماجراش این بوده که من در چند فیلم نقش زنی رو بازی کرده بودم که سخت جنین کرده. خلاصه که بازیگر شدن من به این راحتی ها نبوده. مادر من توی چند تا فیلم اول با من میومد سر صحنه، هیچ حرفی نمیزد. فقط چند باری به من گفت آرزو داشتم تو دکتر یا مهندس بشی. بعدش هم ما از طرفداران و منتقدانم شده بود. مثلا میگفت یادم یه فیلمی دیده بودم فروزان اینطوری بازی میکرد. کاش تو هم این صحنه رو اینطوری بازی میکردی. پدرم اما مشکلی نداشت، فقط نگران خواب و غذا و اینکه من خیلی زیاد کار میکنم بود. اون همچنین مدتی پیش هم با انتشار عکسی از بخیه روی دست راستش خاطره تلخ و جنجالی رو تعریف کرده بود از ویدیویی که با نام اون در اینترنت دست به دست می شده. زنی که پشتش به دوربین بوده و لخت می شده و کسی که فیلم برداری می کرده اون رو مهناز افشار خطاب کرده بود. اون می گفت من به همراه برادرم به آگاهی رفتم تا ثابت کنم این خانومی که ویدیوش منتشر شده و لخت شده من نیستم. من دستم تازه با یک لیوانی در مهمونی بریده بود و تازه بخیه خورده بود گفتم این خانوم قدش از من بلندتر هیکلش اینجوریه دستشم هم بخیه نداره اما به من گفتند باید بری و ثابت کنی منم فکر کردم با چند تا سوال و جواب حل میشه موبایلامون ازمون گرفتن و یه خانم چادری منو برد توی یه دالون تاریک و دراز اونجا توی یکی از اتاقها به من گفت مانتو و روسری و لباس و لباس زیر تو در بیار گفتم چرا گفت گوش کن الان که به این مسئله فکر میکنم میبینم نسل جدید چقدر دارن این دخترهای جوان و نوجوون از هیچ چیزی نمی ترسن من اما اون زمان پر از ترس بودم ترس آبروریزی از دست دادن شغلم اینکه خانوادم چی میگن نکنه ممنول کار بشم نکنه بازداشتم کنن نکنه فلان قد جریمم کنن من از همه چیز میترسیدم اما اگر جرأت امروز رو داشتم هیچ وقت نمیذاشتم که با من اونجوری برخورد کنن من رو لخت کنن و ازم فیلم و عکس بگیرن اون همچنین در مصاحبه اخیرش حرفهای جنجالی در مورد ازدواج و روابط عاشقانش قبل از یاسین رامین زده. اون گفته من دختر آفتاب محتاب ندیده ای نبودم. درسته که وقتی با یاسین رامین آشنا شدم اصلا نمیدونستم که خانوادهش چی کاره هستن. اصلا نمیدونستم که اون کیه فقط عاشق خودش شده بودم. اون گفت من قبل از ازدواج با یاسین رامین ازدواج های دیگه ای داشتم. روابط عاشقانه زیادی داشتم و اصلا چشم گوش بسته نبودم. روابطی داشتم که خیلی آروم تموم شده بود. و اون زندگی ها ادامه پیدا نکرده بود من اما دلم میخواست با یاسین رامین وارد یک زندگی آروم بشم مادر بشم سنم طوری بود که دلم میخواست بشینم و زندگی کنم و زندگی خودم رو بسازم از ظاهر آروم و قد بلند و اخلاق و لبخند همیشگی یاسین خیلی خوشم اومده بود اما وقتی که اون اتفاقات افتاد و اون تیترهای جنجالی و درشت رو توی روزنامه ها و مجله ها زدن ما دیگه تصمیممون رو گرفته بودیم با اینکه خیلی شوکه شدم اما اینطوری نبود که با چهار تا تیتر ما تصمیم بگیریم حالا از هم جدا بشیم هرچند که اسم اون و شایعه ها و جنجال های هواشی زندگیش خیلی روی زندگی کاری من تاثیر گذاشت اما این حرفها که من به خاطر منافع مالی و سیاسی زن یاسین رامین شدم کاملا اشتباهه مهناز افشار که متولد 21 خرداد 1356 در تهرانه بازیگری رو با مجموعه تلویزیونی گم شده در سال 77 شروع کرد و بعد از اون بازی در فیلم سینمایی دوستان به کارگردانی علی شاهاتمی باعث شد که اون روی پرده سینما ظاهر بشه اما اوج شهرت مهناز افشار برمیگرده به بازیش در فیلم شور عشق به کارگردانی نادر مقدس در سال 79 که شباهت زیاد اون به خانم گوگو باید باعث شد که اون روی جلد مجله ها و صفحه اول روزنامه ها عکسش دیده بشه. اون در خرداد 93 و در 37 سالگی با محمد یاسین رامین 33 ساله ازدواج کرد که ثمره این زندگی دختری به نام لیاناه که در خرداد 94 به دنیا اومد. یاسین رامین که مدیرعامل شرکت دارویی بود به علت اختلاف 6 میلیاردی با هلال احمر در مرداد 95 دستگیر شد یکی دیگه از علتهای بازداشتش اتهامی بود در مورد وارد کردن شیر های آلوده که بارها توسط خودش و خانوادهش تکذیب شد که بعد از انتشار این خبرها مهناز افشار بارها مورد انتقادات و توهینهای زیادی قرار گرفت توی مهرماه 98 هم مهناز افشار با انتشار یک استوری خبر از جداییش از یاسین رامین رو داد اما گویا اونها دوباره با هم آشتی کردن و دارن زندگی میکنن تا جایی که اون به مناسبت روز پدر عکسی رو از یاسین رامین منتشر کرد و این روز رو به اون تبریک گفت اون حالا به مناسبت روز مادر هم عکس هایی رو از روزهای بارداریش منتشر کرده اون نوشته اینجا روزهای آخر ماه بارداری من بود خوب به خاطر دارم در همه اون نه ماه تنها حسی که همراه هم بود این بود که باید مراقب موجود ناشناخته و ندیده ای باشم که در تن من جا داره و در کنارش به دلیل شغلم بابت به هم ریخته شدن هورمون و سایز و اعصاب کلا خیلی گیج و کلافه بودم از طرفی هم ناراحت بودم پس اون حس ناب مادری کی در من به وجود میاد بعدا فهمیدم هر آدمی تجربه خودش رو داره و قرار نیست همه با یک فرمول زندگی کنید و برای من حس مادری زمانی اتفاق افتاد که تقریبا یک هفته از به دنیا اومدنش گذشته بود وقتی از صدای گریه هاش بیتاب می شدم و عاجز بودم و دلم میخواست بمیرم براش مادر بودن در وجود همه زنان وجود داره چه اونها که مادر شدن چه اونها که نشدن چون این حس مراقبت و حس از خودگذشتگی در وجود زنها به شکل عجیبی غیرقا قابل انکاره روزتون مبارک زنان و مادران قدرتمند سرزمینم مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر مطلع بشید.